بحث امشب شما فقط اسلحه بود یا موضوع دیگه هم هست؟ من اون روز راجع به این بحث مجاهدین اینا داشتیم ادامه میدادیم که شما گفتین یه آقای دیگه اومد روی خط و اون آقا هم اومد و دیگه نتونستیم که من برگردم جواب بدم. رایان بود. همین الان میارمش بالا. باش می‌خوام صحبت کنیم. این آقا بود. رایان تصویری هم بیاد خیلی بهتره که آدم یه حسی داشته. نه نخواهیم ما نمیدونیم مشکل امنیتی همه چه جوری هست. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تصویر. رایان هستی؟ بله بله هستم. صدا میاد. صدات کمه. خوبه خوبه خب الان فکر میکنم شاید یه مقداری بهتر باشه. درست شد. بله هستم در خدمت شما و آقای گلن. بله شما رایان تو بودی که دفعه قبل بعد از آقای گلن اومدی نقد کردی حرفشون رو درباره مجاهدین فکر کنم. بله آقای گلن راجع به این آرمان‌های مجاهدین گفتن که تخصص یا تحقیق کردن در مورد مجاهدین و اطلاعات دارن و اطلاعاتشون رو من تو چند مورد که چون گفتم من یادداشت کردم در مقابل جدای دین از سیاست و این حرف‌ها. یک مقداری من البته عصبانی شدم، ببخشید. الان آقای گلن میتونن توضیح بدن که اگه میخوان راجع به اون مسئله بگن ما گوش میکنیم. راجع به اسلحه هم اگه میخوان یه چیزی میتونم بگم. اول در مورد همین مطلب بگم، مجاهدین هیچ وقت در مورد جدایی دین از سیاست صحبت نکردن. اگر تو منابعشون نگاه بکنی همیشه جدایی دین از دولت رو صحبت کردن. جدایی دین از دولت، بله منظورم دین از دولت رو ببخشید، جدایی دین از دولت یه چیزی شبیه آلمان که مثلا در آلمان شما حزب کریستیان دموکرات داریم و خانم مرکل میاد صدر اعظم میشه و ایشون یه شخص مذهبی هست، ولی در دولتی که ایشون تشکیل میده قوانین برخواسته از مجلس قانونگذاری یا دومای آلمانه و اون من گفتم اختلافی نداریم. اگه شما میخواید راجع به مسئله صحبت کنید من الان عرض کردم خودم شما اختلافی که دارین چی هست من ببینم. اختلاف همون جدای دین از دولتی که میگید یا همینی که میگید باید با این شعارهایی که مجاهدین میدن آیا واقعا درسته؟ شما راجع به اینی که از لیست آمریکا اینا که برداشته شدن گفتید، ولی نگفتید چرا تو لیست بودن. راجب سوابق اینا نمیگید. درسته. ببینید که در آمریکا چیزی که هست یه قانونی رو گذروندن و طبق این قانون گفتن که گروه هایی که شامل این موارد بشن وارد لیست سازمان های تروریستی آمریکا میشن. این موارد 1, 2, 3, 4 برحال تو اون قانون هست. از روزی که مجاهدین رفتن جزو لیست تروریستی اینا بلا فاصله اعتراض کردن، گفتن که ما مشمول این قانون نمیشیم و وکلای مجاهدین رفتن به دادگاه و از دولت آمریکا شکایت کردن که اینا ما رو به ناحق گذاشتن جز به این لیست. و دولت آمریکا تا مدت‌های خیلی زیادی مقاومت میکرد و اون اطلاعاتی رو که در مورد مجاهدین داشت میگفتش که اینا تاپ سیکرت، من نمیتونم اینا رو بیارم توی دادگاه و شما باید حرف من رو قبول بکنید. و این بک اند فورت هی ادامه داشت بین وکلای مجاهدین و وکلای استیت دپارتمنت تا اینکه دادگاه آمریکا اومد گفتش که نه شما نمیتونی این کارو بکنی، این برخلاف تمام چیزهای آمریکا. آقای گلن شما تو راجبه این مسئله دلت خیلی طولانی الان صحبت میکنید. من میخوام به شما بگم مجاهدین میخوان با اسلام ایران اداره کنن. خیلی راحت میگم، خیلی ساده میگم که همه متوجه بشن. یعنی مجاهدین از هر روشی وقتی بتونن استفاده میکنن. اجازه بده آقای گلن، اینا ترور کردن زمانی که خواستند و تونستن ترور کردن، بعدها هم میتونن ترور کنن.
من میخوام بگم همین آقایونی که الان تو رأس هستن اینا قبلا این کار انجام دادن. چه دلیلی داری که ما فکر کنیم که دیگه انجام نمیدن؟ آیا کلن یک نسل دیگه اومده؟ نه، همون پیرمردها هستن که اکثرشون هم میگن ما طرفدار مجاهدین نیستیم. وقتی میان تو یوتیوب و هر جا، من بسیار دیدم، ده ها نفر دیدم میگن نه اصلا ما طرفدار مجاهد نیستیم، ولی چنان دو آتشه. مثل شما آقای گلن، شما از برای من مهم نیست که شما عضو باشی طرفدار باشی یا نه، ولی من میخوام بگم که چرا شما به یک قسمت از حقایق توجه نمی کنید و به یک قسمت دیگه به طور خیلی خیلی طولانی توضیح میدید. مثلا شما راجع به وکلاش که چیکار کردن میگید، یک آمریکایی ها سیاست مدارای آمریکایی کار کردن. رایان بذار جواب بده، رایان بذار جواب بده، بذار جواب بده. بریم جلو. شما یه دفعه از این شاخ به اون شاخ میخوایم بپریم. شما گفتین که مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا اومدن بیرون. سوال، چرا اینا در سوال کردم قربان؟ اجازه من که سوال نکردم. آقای آرمین نبایش، امکان هست که این نوار رو بلافاصله مثلا برگردین 10 ثانیه؟ نخیر، من الان میگم بله امکانش هست. حتما یکی یکی اگه میشه صحبت کنین جفتتون. من عرض کردم آقای گلن، گفتم که شما گفتید که اومدن بیرون، ولی نگفتید که چرا تو لیست بودن. عین همینه. مگه من اوکی همینجا بزن. خب منم در جواب شما گفتم اینا رفتن توی لیست. برای چی رفتن توی لیست؟ چون خانم مادلن آربرایت که وزیر امور خارجه بود به استناد به یک قانونی که از قبل در مجلس قانونگذاری آمریکا تصویب شده بود گفتش که این گروه شامل این قانون میشه، اینا رو ورد توی لیست. وقتی که رفتن توی لیست اینا بلافاصله شکایت کردن به دادگاه که ما شامل این قانون نمیشیم و طبق اون قانون اومدن بیرون. به همین سادگی. آقای آرمین این چه مغلطیه؟ شما بفرمایید دلیل اصلی رو نمیگن، یه دلیل دیگه رو میگه. مثلا دلیل اصلی فرض کن بنده آدم کشتم بعد میرم زندان، میگه آقا برای چی شما رفتی زندان؟ میگم به خاطر اینکه قاضی بهم حکم داد. خب آقا میدونم منظور اینه که برای چی قاضی بهت حکم داد؟ به خاطر اینکه دادستان اقامه دعوا کرد. آقا میگم برای چی دادستان اقامه دعوا کرد؟ من آخرش هم نمیگم که من آدم کشتم. خب تو بگو آقا. من دارم میگم که مجاهدین برای چی رفتن تو لیست؟ ایشون میگن که برای این که آقای رایان آلبرایت، برای این خانم آلبرایت اجازه بدید. من بریم یکی یکی بریم. شما میگی که یک نفر رفته قتل کرده، رفته توی دادگاه و محکوم شده، ولی در مورد مجاهدین این مثال به این ترتیب هست. یک نفر متهم به قتل شده، دادستان اومده گفته که این متهم به قتل شده و اینا رفتن توی دادگاه و گفتن که نه، اینطور که شما دلایل آوردین من قاتل نبودم، قاتل یک کس دیگه بوده، تبرئه شده اومده بیرون. بفرمایید. بله، من عرض میکنم که قبل از انقلاب مجاهدین در راستای اهداف مارکسیستی که داشتن و اسلامی، اینها آمریکایی‌ها رو ترور کردن و کشتن. بر اساس اون اینا رفتن توی لیست تروریستی. آقای گلن عزیز، آقای یعنی شما باید به این نکته توجه کنید که چرا همین. همینجا من شما رو ارجاع میدم که شما کاسه داغ‌تر از آش داری میشین. آمریکایی‌ها که اومدن مجاهدین رو تبرئه کردن، تاریخ مجاهدین رو بهتر از شما میدونن. وقتی که مجاهدین در زندان بودن یک انقلاب اپورتونیستی انجام شد. یک گروهی بود به اسم پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، اومدن بیرون و از مجاهدین جدا شدن، یعنی مجاهدین به دو شاخه تبدیل شد. گروه پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که به مجاهدین امروز اصلا هیچ ربطی نداره و همین گروه هست، اونا درسته آمریکایی‌ها رو ترور کرده بودن و وقتی هم که در دادگاه این مسئله مطرح شد اینا اومدن گفتن که ما نبودیم، اون گروه دیگه بوده و به همین سادگی اومدن بیرون از این لیست. یعنی در همه جای دنیا اینطوری هست که شما یه گروه تشکیل میدین، شما و آرمین به اصطلاح در این جمهوری بی خدایان هستید، فردا بین شما یه اختلاف میشه، شما میایین بیرون یه کاری انجام میدین، این به آرمین ربطی نداره دیگه، یعنی شما جدا شدی از این بدنه. بفرمایید آقای گره.
هفته گذشته، اون هفته حال نمیدونم چه هفته گذشته بود، شما 45 دقیقه بیشتر صحبت کردید، من اومدم 15 دقیقه صحبت کردم تموم شد. بعدش هم گفتم که شما میتونید برید، نه اجازه بدید، نمیذارید من صحبت کنم. شما بفرمایید، شما بفرمایید. نه یک من کاملا من کاملا شما الان اینو عنوان کردی که مجاهدین در زمان چیز قبل از انقلاب آمریکایی‌ها رو ترور کردن، و من هم جواب شما رو دادم که نه، مجاهدین آمریکایی‌ها رو ترور نکردن و اینم در دادگاه ثابت کردن که سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر آمریکایی‌ها رو ترور کرده و به مجاهدین امروزی ربطی نداره. موضوع اجازه بده من حرف بزنم. من چرا یه حرف احمقانه‌ای بخوام بدنم؟ حق دارم یه حرف احمقانه بزنم. رایان، رایان، آقا رایان، تو خودت بگو. من میخوام بگم که تو خودت برگلنگ الان گفتی که شما صحبت بکنی، بگی گفتین شما صحبت بکنی دوباره نخه، دوباره شما برید این فیلمو نگاه کنید. خواستم صحبت کنم، گفتم شما هفته گذشته 45 تا الان یه دفعه قطع داری صحبت میکنی الان رای داری صحبت میکنی. الان اجازه بده من حرف بزنم. ارزم به شما، خب اگه میخواید که من همینه میخواهم بگم. ببین رای، نصف حرفات تکراریه، برو سر اصل مطلب، برو بگو. خب اگه اجازه بدید آقای گلن داشت، منم داشتم منتظر بودم به نوبت هم برسه، ایشون نوبت خودش رو صحبت کرده، الان هم میخواد اجازه بدید من برم کنار. آقای گلن وقتی تموم شد به نوبت خودم بدونم حرف بزنم. باشه رایان جان، تو 75% حرفات اینه که بذارید من حرف بزنم، من انقدر حرف زدم، بعد بعضی حرف رو تکراری. اگه بری سر اصل مطلب، وقتی فرصت داری اگه بری سر اصل مطلب، به نفع این میشه که ما ببینیم اصل نکته چیه. خب بگو، بگو الان بگو. من متقاعد نشدم از جواب ایشون. من میگم که هنوز هم همون حرف میدارم، چون دلیل ارائه نمی کنن. من میخوام بگم که اگر که بحث برنامه امروز راجع به اصلی بود، من میخواستم حرفایی بدنم. ایشون یه دفعه حرفشون رو دادن، نوبت که به من رسید نوبتم شد 50%. دوباره تکرار. نکته تو بگو. الان برای بار پنجم داری یه چیز رو تکرار میکنی. راجب اسلحه، راجب مسئله مجاهدی مثلا نمیخوام دوباره صحبت کنم. نه. شما الان چون من باید الان آقای گلن، ببین الان آقای ببین جواب این سوال بده. خب بفرمایید. آقای گلن دارن میگن که اون کسایی که اون کسایی که تو مجاهدین آمریکایی کشتن، الان اون یک گروه جدا از مجاهدین بودن، یک کسایی بودن که رفتن جدا شدن، اونها این کارو کردن. با این کسایی که تو لیست تروریستی آمریکا کرده بود داشتن تو لیست تروریستی، با اونا ربطی نداشتن. اینا هم تونستن برن اثبات بکنن، اول انداختنشون تو لیست تروریستا، بعد رفتن به طور قانونی اثبات کردن که اینا ما نبودیم، یک کسای دیگه بودن، و به این دلیل از اون لیست برداشتنشون. خب جوابت به این چیه الان؟ جواب اینه که این مسئله کاملا سیاسی بوده، به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مجاهدین دارن میجنگن، به این خاطر این نیومدن که ادامه بدن این نگه داشتن مجاهدین رو در لیست. به همین خاطر مسئله سیاسیه که بن سلمان توی لیست تروریستی نیست. به همین مسئله سیاسی خیلی مهمه آقا، شما باید توجه کنید. این اروپا و آمریکا، اینا براشون بهتره که عربستان سعودی، مجاهدین خلق و بقیه آدم کشایی که هستن، اینها توی لیست تروریستی قرار نگیرن. من نظرم اینه. آقای گلن مخالفه، میخواد به من آموزش بده، من گوش میکنم. بفرمایید. ببینید یه چیزی که ما داریم اینه که طرح توطئه یا یه بحثی که همیشه بوده که مثلا وقتی که آدم‌ها دلیلشون نمیدونن گمانه‌زنی میکنن. در آمریکا یه سیستمی وجود داره که از 3 قوا تشکیل شده، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه، و این 3 قوه مستقل از همدیگه هستن. در آمریکا کسی نمیتونه بیاد مثلا یک حکم قضایی رو بیاره به صرف سیاسی بخواد ردش بکنه، یعنی یه همچین چیزایی نیست. اگر به طرح توطئه اعتقاد داشته باشیم همه چیز هست، همه نوع گمانه زنی میشه کرد، ولی این به این ترتیبه که مجلس قانونگذاری آمریکا یه قانون رو می‌نویسه و مجلس قوه مجریه آمریکا اون قانون رو باید اجرا بکنه، و اگرم اختلافی باشه قوه قضاییه هست مستقل به این اختلاف رسیدگی میکنه.
در مورد مجاهدین و بردن اینا توی لیست تروریستی و بیرون اومدن اینها از لیست تروریستی صرفا یک حکم قضایی بود و در دادگاه حل و فصل شد، نه در روابط پنهانی قوه مجریه، یعنی دادگاه حکم داد. این به این ترتیب بود. حالا گمان زنی میتونیم بکنیم که آره چرا بن لادن یا بن سلمان نمیدونم تو لیست تروریستی نیست، اون رفته نمیدونم خاشاخچی رو کشته، اون رفته اون کاری کرده، اون رفته اون کاری کرده، اوناشو من نمیدونم. یعنی اگر یک شکایتی، اگر کسانی که در تبعه عربستان هستن هر روز جلوی استیت دپارتمنت تظاهرات میکردن، خواستار اجرای قانون بودن، شاید مسئله فرق میکرد. یعنی فشارهای چیز هست، گروههایی که مثلا اعتراض میکنن. بفرمایید. بله من نظر ندارم آقای رینجر. من مجیدم آوردم بالا، مجید طرف تو فکر کنم، مجید کمکت بکنم. من راجب سلام راین، اگه میخوای در برای توفنگ صحبت کنیم بمون آخرش، در برای توفنگ هم دوباره میریم در برای اسلحه‌ها صحبت میکنیم. ولی من فکر کنم اجازه بدید چی دیگه الان ذهنم رسیده اینه که بحث کردن راجع به مجاهدین، اگه یه قسمت یه مقدار بالاتر بخوایم صحبت کنیم راجع به اگه این کاری که عربستان انجام داد، فرض کنید اگر یک کشور دیگه مثل ایران یا پاکستان یا مثلا یک کشور دیگه انجام میداد، قطعا اون توی لیست تروریستی قرار میگرفت، توی لیست تحریم قرار میگرفت. حالا شما میگید که نه یه همچی چیزی نیست، نه حتما نبوده، حتما بن سلمان یا عربستان هیچ گناهی نداشته که در نگفتن اینو نه لابد باید اینطوری میگم، اون مفهوم صحبتش اینطوری به ذهن آدم میاد، میگه که چون راجع به مجاهدین این کار کردن، من میگم که اگر ما قبول کنیم یه همچین چیزی هستش که سیاست هیچ نقشی نداره در مسائل قضایی آمریکا، در این صورت باید بپذیریم که اینها تروریست نبودن توی عربستان. به خاطر نه رایان شما گوش نکرد. ببین من خودم ضد مجاهدین خلقا، ولی حرف آقای گلن این بود که نبود که اینا به خاطر سیاست نیست. حرفشون من برداشتم اینه که شما اگه بدون سند بگین به خاطر سیاست، ما این گمان زدیه، ما نگفتیم که نیست. میتونه باشه. ببین من منظورم اینه که شما دارین ادعا میکنین که این به خاطر سیاسته، یعنی خب، ولی ما نمیدونیم، میتونه باشه میتونه نباشه، ولی چون نمیدونیم این میشه حد زدن. خب نگفتن که نیست، نه اومدن ادعا کردن که این به خاطر سیاست نیست، ولی میگن که شما چون نمیدونی دارین حدس میزنید. خب بحث موضوع بحثشون این بود.